درود بر شما همراهان عزیز. از شما سپاسگزارم که با لایک و کامنت های ارزشمندتون ما رو در بهتر شدن برنامه ها یاری می کنید. لطفاً کانال خودتون رو سابسکرایب کنید و ما رو به دوستانتون معرفی کنید. هنگام جستجو در میان روستاهای زیبای استان یزد، روستایی تاریخی به نام روستای مزرعه کلانتر که در شهرستان میبد استان یزد قرار داره توجه ما رو جلب کرد. روستای مزرعه کلانتر از توابع بخش مرکزی شهرستان میبد در 11 کیلومتری جنوب شرقی میبد و 36 کیلومتری شهر یزد قرار گرفته. روستای مزرعه کلانتر از شمال به مزرعه رفیع آباد و از جنوب به مزرعه قاسم آباد یا مزرعه حاجی محدود میشه. این روستای کوچک دارای 22 خانواره که سکونتگاه زرتشتیان به حساب میاد و میتونه نشانگر زندگی مسالمت آمیز مردم زرتشت و مسلمان با دو دین مختلف در کنار همدیگه باشه. قدمت این روستا به دوران صفویه برمیگرده که با بافت تاریخی حدود 200 سال و خانه‌های گلی و زیبا تاریخ دیرینه‌ای در خودشون جا دادن. از اونجایی که روستای مزرعه کلانتر از گذشته در مسیر راه‌های تجاری و ارتباطی قرار داشته، دارای ارزش‌های تاریخی و گردشگری بسیاریه و زبان محلی مردم این روستا که بیشتر اونها زرتشتی هستند، پارسی دریه. به همین دلیل اسم محلی این روستا مزراست. روستای مزرعه کلانتر میبود دارای آبنبارهای قدیمی و آسیابهای آبی و قلعه‌های بجامونده تاریخی پیش از اسلام نشانگر قدمت تاریخی این روستاست. خونه‌ها بر روی سطح شیبدار به سمت غرب بنا شدن و سقف خونه‌های این منطقه به صورت گنبدهای کوچک طراحی شده و پشت بوم‌هاشون به همدیگه متصله که اگه به پشت بوم‌ها نگاه کنید متوجه تفکیک دو تا خونه کنار هم نخواهید شد. سبک معماری چهار صفه‌ای خانه‌های خشت و گلی با بادگیرهایی که بر بام خانه‌ها طراحی شده چشمانداز زیبا و کم نظیری از خشت و گل ایجاد کرده. کوچه های این محله بیشتر سقف دارن و حالت سابات دارن تا سایه ای باشه بر روی رهگذران و آبرانی که از این کوچه ها عبور می کنن و از تابش مستقیم نور خورشید جلوگیری می کنه. ارتفاع روستای مزرعه کلانتر از سطح دریا در حدود 1102 متره و اقلیمی گرم و خشک داره. آب و هوای اون در فصول بهار و پاییز نسبتاً خشکه. اطراف روستا کشتزارهای وسیعی وجود داره که در فصل بهار باعث ایجاد هوایی نسبتاً خنک در میان گرمی هوای یزد و تراوت و سرسبزی و زیبایی این روستا میشه. درختان توت و پسته و انار هنگامی که شکوفه زد و پر از میوه میشن زیبایی خاصی به روستا میبخشن. همچنین تپه های اطراف روستا در فصل بهار با گلهای رنگارنگ و گیاهانی که به صورت خودرو رویده میشن بیابانی جذاب و زیبایی رو پدید میارن. آتشکده روستا و زیارتگاه هایی که در این روستا و اطراف اون قرار دارن از اماکن مقدس و مذهبی مردمان روستای مزرعه کلانتر به شمار میان که در این زیارتگاه ها علاوه بر راز و نیاز مراسم های مذهبی مخصوص دین خودشون رو هم برگزار میکنن. از اونجایی که مردم این روستاها مردمانی معتقدند، اعتقاد و پایبندی خاصی به یک سری آداب و رسوم مخصوص دین خودشون دارن. علاوه بر مراسم های مذهبی مخصوص به دین زرتشت، مثل دیگر مردم ایران جشن هایی مثل آتش بازی در چهارشنبه سوری و چیدن سفره هفت سین و استقبال از نوروز و دیگر مراسم های ایرانیان هم برگزار میشه. جشن مهرگان به مدت 6 روز در تاریخ های 10 مهر و 10 تیر ماه برگزار میشه
درباره مهرگان چیزهای زیادی گفته شده. مثلا مهرگان روز پیروزی کاوه و فریدون بر ضحاکه، یا مثلا میگن مهرگان روزیه که خداوند به جهانی که در تاریکی بود نور رو آورد. میگن در این روز آدم و حوا به وجود آمدند، یا حتی میگن مهرگان روز تولد خورشیده. جشن صده یک جشن ایرانی بوده که در ده بهمن برگزار می شده. این جشن بیش از 5000 سال قدمت داره. در میان زرتشتیان با روشن کردن آتش برگزار می شه و به نیایش می پردازن. جشن دیگان نیز از بزرگترین جشن های زرتشتیانه که در ماه دی روزهای دوم و نهم و هفدهم در تقویم خورشیدی برگزار می شه. واژه دی رو آفریدن و آفریدگار معنی می کنن در ماه دی. غیر از نخستین روز ماه که اورمزد نام می شه و نام خداونده، سه روز دیگه به نام های دی بادر، دی به مهر و دی به دین وجود داره که جشن دیگان برابر با یکی از این روزها که سه روز می شه هست. مردم روستا در این مراسم میوه هایی مثل هندوانه، انار، خربوزه، سیب، انگور و تنقلاتی از قبیل آجیل، شیرینی و شربت تهیه می کنن و تا پاسی از شب به جشن و شادی می پردازن و شب رو هم با نیایش به صبح می رسونن. از معروفترین خوراکی های محلی روستای مزرعه کلانتر که بسیار خوشمزه است، میشه به انواع نانهای محلی و نوعی حلوا اشاره کرد که با آرد، روغن فراوان و شیره توت درست میشه. مردم روستای مزرعه کلانتر از پوشاک محلی استفاده میکنن. لباسهای زیبا و سنتی که از قدیم پوشش مردم زرتشت بوده. پوشاک مردان شامل سربند، پیراهن زیر و پیراهن رویی، شلوار و کلاهه. زنان هم از کلاهک یا لچک، پیراهن زیر یا صدره، پیراهن رویی، روسری یا مکنا و شلوار و کفش استفاده می کنن. شما هم اگر دوست دارید از این روستای تاریخی دیدن کنید یا بیشتر در مورد این روستا و مردم زرتشت اطلاعات داشته باشید، حتما برنامه ما رو دنبال کنید. ما تلاش می کنیم اطلاعات خوبی در اختیار شما بذاریم. البته علاوه بر این روستای زیبا، غارهای بسیار جذاب در استان یزد، جاهای تاریخی، طبیعت بکر و حتی علمی هم بسیار جذابه و شما میتونید با این برنامه با فرهنگ زیبای یزد آشنا بشید. از اینکه تا پایان برنامه ما رو همراهی می‌کنید از شما ممنونیم. لطفاً نقطه نظراتتون رو با ما در میون بذارید و موارد مورد علاقتون رو کامنت کنید تا در برنامه‌های آینده به اونها بپردازیم. روزگارتون سرشار از شادکامی و بهروزی. بدرود.